با سلام و درود خدمت هممیهنانم، زنان و مردان ایران زمین که از تلویزیون اندیشه برنامه همبستگی نو هر هفته با هم هستیم. عزیزانی که طی این 4 سال و نیم دست من رو رها نکردند و این همدستی ما، دست‌های پاک، دست‌هایی که به خون مردم، به ثروت‌های مردم ایران آلوده نشده، دست‌هایی که پینه داره، دست‌هایی که آثار زحمت هنوزم که هنوز روش دیده میشه رو در هم گره زدیم و گام به گام این همبستگی نور رو جلو آوردیم تا جایی که امروز می‌بینیم هزاران هزار تظاهرات، اعتصاب، درگیری، صدها جوان و کارگر و معلم، زن، مرد، دختر، پیر و جوان در زندان‌ها به دلیل مبارزه و دفاع از حقوق مردم ایران به زندان‌ها افتادن و در خیابان‌ها، میدان‌ها، در ابعاد میلیون نفری در سراسر کشور برای آزادی، برای دموکراسی، برای احقاق حقوق ملت داریم تلاش می‌کنیم. پس این همبستگی نو راهی به سوی پیروزی بود که بعد از 4 سال و نیم خوشبختانه ما رو رسون به این نقطه که الان هستیم و این نقطه، نقطه انقلاب ملی ایران هست. یادتون هست در آغاز ما تک و توک یک اعتصاب کارگری مثلا در معدن باف داشتیم یا یک تجمع در 13 مهر 1393 در جلوی مجلس داشتیم توسط معلم ها یا کارگران پلی اکریل که در منطقه یزد، اینها اصفهان آمده بودن و دادخواهی میکردن. ولی امروز دیگه میلیونی شده، سراسری شده، شهرهای مختلف در این تظاهرات حضور دارن، کارخونه های مختلف در این اعتصابات هستن، کارگران جلوی شهرداری ها میرن، جلوی فرمانداری ها میرن و عملا میبینیم حکومت رو ما داریم ساقط میکنیم. و جالب اینه هیچ کسی هم دیگه این دفعه شعار میر حسین و یا حسین و این حرفا نداد، هیچ کس هم الله اکبر رو از این چیزها نگفت، هیچ کس هم شعار حکومتی نداد، هیچ کس هم شعار دینی نداد. شعارها مشخصا شعارهای انقلابی، کارگری، مردمی و گذشتن از چارچوبهای نظام ولایت فقیه و پیروزی انقلاب اندیشه ایرانگرایی، انسانگرایی و دادخواهانه بر اندیشه اسلامگرایی تمامیت‌خواه و ظلم و ستمگر بود. مثل چی؟ جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم. اسلام رو پله کردن، مردم رو ذله کردن. اصولگرا، اصلاح طلب، اصلاح طلب. اصولگرا دیگه تموم ماجرا. مرگ بر خامنه ای، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر دیکتاتور، اینها شعارهایی است که مردم دارن میدن و اینها راههایی است که مردم ایران دارن میرن. و ما حالا باید راهنمایی کنیم که چگونه شهرها رو از دست حکومت بگیریم، چطوری خیابونها رو ببندیم، چطوری چهارراه‌ها رو ببندیم. 22 بهمن بریم به طرف بستن چهارراه‌ها، 22 بهمن بریم به طرف بستن خیابونها، اعتصاب سراسری، بستن میدانها، در آوردن پرچم‌های شیر و خورشید و پرچم‌های داس و چکش و هر پرچمی هر که دوست داره بجز خرچنگ نشان هندی جمهوری اسلامی. یعنی الان بازی دست ما مردم به لب رسیده است، بازی دست ما آزادی خواهاست، وطن خواهاست، ایرانی هایی است که انسانیم و میخوام ایران باقی بماند تا توش زندگی بکنیم. به همین دلیل میبینیم جنبش های همبستگی، جنبش های بین المللی کارگری هم دارن از اعتصابای ما، اعتراضای ما حمایت میکنن. ITUC با این همه عضو، 220 میلیون عضو، خواهان آزادی همه سندیکالیست‌ها و کارگرها و معلمان زندانی شده. ITF فدراسیون بین‌المللی حمل و نقل تهدید کرده که اعتصاب خواهند کرد و حمل و نقل نخواهند کرد بارهای جمهوری اسلامی رو اگر که این کارگرای زندانی مثل رضا شهابی، مهدی فرای شاندیز، اسماعیل عبدی ها، زینب جلالیان ها، نرگس محمدی ها، هاجر پیری ها رو، مریم منفرد اکبری ها رو آزاد نکنند. تصور من این هستش که ما به روزهای آخر حکومت هر روز داریم نزدیکتر میشیم. اتحاد و همبستگی ما، سازماندهی ما و راهکارها و تاکتیک ها و تکنیک هامون ما رو پیروز میکنه. اصلی ترین تاکتیک ما بستن خیابون ها و چهارراه ها. هممون بر اینو به همدیگه بگیم.
آقا 22 بهمن ماشینا رو بیارید، اتوبوسا رو بیارید، کامیونا رو بیارید، تریلیا رو بیارید، هر چی داریم بیارید، خیابونا و چهارراه و میدونا و ورودی های شهر رو ببندید که نیروهای حکومتی نتونن وارد شهر بشن، بسته بشه. نیروهای لشکر سارالله از جاده کرج هم میدونه آزادی از اتوبان نتونن وارد ایران بشن. شر این حکومت کنده میشه به دست خود ما مردم، بدون اینکه لازم به تیراندازی بشه، لازم به جنگ بشه. با بستن خیابان ها هم استراتژی هم تاکتیک کلک حکومت رو میتونیم بکنیم. ماشینا رو فقط بذاریم تو خیابونا، خیابونا بسته بشن. با بسته شدن شهر 22 بهمن شهر دست ماست. گروهی از شمال شهر و از خیابان انقلاب به بالا در تهران رو میگم میتونن برن صدا و سیما رو فتح کنن، یک جمعیت 100 هزار نفری، 200 هزار نفری، میلیون نفری. گروهی هم میتونن از خیابان شارزا یا انقلاب به پایین برن و مجلس رو فتح کنن، بیت خامنه‌ای رو بگیرن و اون طرفتر هم همون پاستور دفتر رئیس جمهوری هست اونجا رو بگیرن. با گرفتن مراکز دولتی و شهرستان ها در شهرها هم همینچنین مثل استانداری ها، فرمانداری ها، دفاتر سپاه، دفاتر بسیج، کلانتری ها، همه اینا رو که فتح بکنیم در دست ما مردم خواهد بود. و ارتشی ها هم وقتی ما در ابعاد 100 هزار نفر به بالا بیایم قول دادن که در کنار ما به عنوان گارد محافظ انقلاب ملی ایران حضور پیدا بکنن و میان. همین الان هم آموزشاشون رو دیدن و هم منتظرن ببینن کی تظاهرات ما 100 هزار نفره خواهد شد. اونها هم با اسلحه با لباس کنار ما میستن و بسیجی ها و سپاهی ها به اونها تسلیم خواهند شد. بدون خونریزی انقلاب ملی ایران اگر پروژه بستن چهارراه ها رو همه انجام بدن، بهش بپیوندن، پیروز میشه. کشور از شر این دزدها، غارتگرها، مفخورها نجات میدیم بدون کمک خارجی، بدون جنگ، بدون هیچ چیزی. بستن چهارراه ها هم استراتژی هم تاکتیک. حالا تا به 22 بهمن برسیم و به روزهای پرشور و شر بستن خیابان ها و اینکه تظاهرات حکومتی رو تبدیل به تظاهرات خودمون کنیم، با پرچم شیر و خورشید، با پرچم داس و چکش، با پرچم کاوه آهنگر، با درفشای خود ما مردم بیایم و پرچم های خرچنگ نشان حکومت رو هم در اون تظاهراتی که خیابونا رو بستیم، چهارراه ها رو بستیم، به طرف صدا و سیما و به طرف مجلس داریم میریم که اونجا رو فتح کنیم، نشون بدیم که پرچم های ما پرچم های دیگری است. پرچم شیر و خورشید هست، پرچم داس و چکش کارگری هست، پرچم های کاوه آهنگر رهبر کارگران جهان هست و ما مردم راهمون از حکومت کاملا جداست و پرچم خرچنگ نشان سیک های هندی، دقیقا این خرچنگ نشان جمهوری اسلامی مال سیک های هندیه. بذاریم کنار شیر و خورشید، داس و چکش، کاوه آهنگر در افشای ما مردم است و هر چیزی که هر کسی دیگه دوست داره غیر از این خرچنگ نشان سیک هندی. خب خمینی هم یه هندی زاده بود دیگه، ایرانی اصلا اینا نیست، اشغالگرن و برای سرنگونی یک نظام اشغالگر از همه ابزارها که ابزار اول ما اتحاد و همبستگیه باید استفاده کنیم. پس 22 بهمن رو هر روز بگیم به هم دیگه، ماشین تو بیار، اتوبوس تو بیار، شرکت واحدی اعتصاب، نمیدونم قسمت آموزش و پرورش اعتصاب، سرویس ها رو بیارید، اتوبوس ها رو بیارید، راه ها رو ببندیم، خیابون ها رو ببندیم، شهر رو ببندیم. نیروهای سارالله و سرکوبگر و آشغال های حکومتی نمیتونن وارد بشن و شهرها در اختیار ما قرار میگیره. مراکز حکومتی رو میگیریم، کلانتری ها رو میگیریم، بسیج ها رو میگیریم، همشون هم دستگیر کردیم. اونایی که جلوی ما مردم مقاومت میکنن لخت و مادرزاد میکنیم، نه میزنیم، نه میکشیم، نه انتقامجویی میکنیم. لخت مادرزاد بهترین کار است. وقتی اینا رو لخت مادرزاد کنیم، این سپاهی و بسیجی که جلوی مردم وای میسه مردم بزنن، چون لخت مادرزادن اولا شناخته میشن، وسط همه میفهمن اینا عامل حکومتن، دوما جای نمیتونن فرار کنن، با کونه برهنه میخوان کجا درن، مجبورن لای ما جمعیت خودشونو قایم کنن. میفرستیمشون تو بازداشتگاه تو هم محله، تو همون کلانتری که فتح میکنیم، تو همون بازداشتگاه کلانتری در روشو قفل میکنیم. دو تا از بچه محلهای به درد بخور که بیکار و گشنگی کشیدن و از این بسیجی ها کتک خوردن، خودشون وای میستن نگهبانی میدن. همینطوری هم که رفیقم مرتضی نوشته، حتی توی سردر اطلاعات و طویل خونه رهبری میتونیم اینا رو
جا بدیم و طویل خونه رهبری هم ایشون نمیشه بریم بگیریم. کلمه طویله حیفه، چون الاغ ها حیوانات از این اشغالگران حکومتگران بالاترن، اینا مادون حیوانن، همه حیوان ها از اینا بالاترن. پس تا 22 بهمن ما پروژه بستن چهارراه رو کار میکنیم. همه شما بیننده ها، دوستان من در فیسبوک، در تلویزیون های مختلف که داریم با هم صحبت میکنیم، بذارید تو ذهنتون که میشه این کارو کنیم، چون تعداد ما میلیون ها نفره، حکومتی ها فوقش 100,000 نفر نیرو تو تهران دارن، اونم که در حال ریزشه. خودتون توی این تلگرام ها میبینید چند هزار بسیجی تا حالا کارتاشون رو آتیش زدن، به ما مردم پیوستن. نیروی حکومت در حال کم شدنه، نیروی ما در حال افزایشه. پول به دست حکومت نمیرسه، ما داریم کمک های بین المللی بسیج میکنیم برای صندوق های اعتصاب کارگری، برای حمایت خانواده های زندانی، برای حمایت کادرهای انقلاب و حلقه های رابطه اعتصاب ها، اعتراض ها و تجمعات میدانی خودمون. پس برگ برنده دست ماست، آینده از آن ماست، چون ما دادخواهیم و ستم دیده، اونها ستمکار، اشغالگر، دزد و دشمن مردم. همیشه در تاریخ یاران اهورامزدا بر یاران اهریمن باید پیروز شد و این بار حق ما ایرانی است به دنیا چهره جدیدی از ایران رو نشون بدیم که آخوند نیست، مفخر نیست، اسلامی نیست، تروریست نیست، آدمکش نیست، ضد بشر نیست و جهان رو میخواد به زیبایی دوباره برسونه. همه ما اگه کمک کنیم که پروژه بستن خیابان‌ها هم استراتژی و هم تاکتیک پیاده بشه، کمترین هزینه رو هم مردم میدن هم حکومت، و حکومت با سرعت تسلیم خواهد شد، چون رای غیر از تسلیم نداره، چون ابزار سرکوبش فلج میشه و نمیتونه بیاد جلوی مردم بیسته. اینو باید سازمان داد، باید کار روش کرد، باید تشویق کرد، باید تبلیغ کرد. 22 بهمن رو تبلیغ کنیم به پیروزی انقلاب ملی ایران بر علیه ارتجاع اسلامی حاکمین بر کشور نازنینمون. گام به گام بریم تا به اونجا برسیم. اولین گام ادامه اعتراض ها، ادامه تجمع ها، ادامه اعتصابات و درگیری هایی که مردم دارن با حکومت، با پلیس ها، با نیروی انتظامی میکنن، مالباخته ها، کارگر ها، بازنشسته ها، و دونه دونه اونا میتونیم سراغشون بریم. از اتاق فرمان میخوام خواهش کنم قیام غارت شدگان آرمان البرز، این مالباختگانی که دیگه بیدار شدن، از فریب خوردگی بیرون اومدن، قیام این عزیزان رو در مقابل مجلس که همین روز سه‌شنبه، همین چند ساعت پیش اتفاق افتاده و ادامه داره، نشون بدن و با همدیگه این قیام مالباختگان البرز رو ببینیم. دستای پشت پرده با پولای ما چه کرده؟ مردم دیگه کاملا میدونن دستای پشت پرده دست خامنه‌ایه، دست روحانیه، دست جسمانیه، دست لاریجانی های دزد کل خانواده شون، دست حداد عادل هست، دست امثال زیبا کلامی هست که در تلویزیون کلمه آمد پیش من بحث کنه و فرار کرد در رفت، و دست همه کسانی است که دستشون به خون مردم، به مال مردم آغشته است. ما با این دستهای پاکمان جریبان ناپاک این غارتگران، اشغالگران، دزدان، آدمکشان و جنایتکاران حکومت اسلامی رو خواهیم گرفت. دستهای پاک، دستهای پاک عیاران معیشت، دستهای پاک جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه، دستهای پاک کارگران، دهقانان، معلمین، کشاورزان، دانشجویان، جوانان بیکار، زنان سرپرست خانواده، دختران دلاوری که در به اصطلاح کمپین نه به حجاب اجباری 2-3 میلیون نفر تلاش میکنن، این دستهای پاک، دستهای ناپاک حکومتی رو حتما شکست میده و ایران رو آزاد میکنه. اتحاد و همبستگی ما، مبارزه ما پیروزی در بر خواهد داشت. همینطور که دیدید این دلاوران آمدن و چه شعارهایی رو با قدرت
وسط تهران ام القرای مسلمین دزد کره زمین به رهبری خامنه ای غارتگر و اشغالگر اعلام کردند همین امروز شنبه 17 بهمن چه بلایی بر سر خامنه ای و حکومتش آوردن جلوی مجلس حکومتی و شورای نگهبانی اسلامی. پس از اون بریم با همدیگه یه سری بزنیم به کمک اتاق فرمان، مردم رو ببینیم که چه کار میکنن در رشت. کفن پوش شدن مردم رشت و به میدان آمدن تا آبروی نداشته حکومت ولایت فقیه رو ببرن. اتاق فرمان بریم با هم به رشت. دولت بر شکسته رو پول ما نشسته، 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 دولت بر شکسته. دیدیم دولت ورشکسته رو پول ما نشسته، دولت ورشکسته رو پول ما نشسته. یعنی دیگه این مردمی که غارت شدن لباس کفن پوش پوشیدن، از همه بیشتر زنا در صف اول اومدن با کفن در شهر رشت، یکی از مراکز آزادی خواهی و دادخواهی مردم ایران در دوره مشروطه و در دوره بابیان و در هر دوره‌ای که حروفیه بودن، نقطویون بودن، دیگر آزادی خواهانی که در ایران بودن، رشت، گیلان، آذربایجان و مشهد و سربداران خراسان در مناطق شمالی ایران از مراکز آزادی خواهی، دادخواهی و انقلابی بودند. الان هم زنان رشتی دیدیم در صف اول با لباسایی که پوشیدن، کفنهایی که پوشیدن، میشناسن دشمنشون سیف تنها رئیس بانک مرکزی نیست، فلان آخوند دزد محله به تنهایی نیست، فلان بانک آینده یا بانک ملت که اونا ورشکست شد، بانک ملی هم که دیگه ورشکست شد، مردم هجوم آوردن پولاشون رو پس بگیرن، میلیون ها میلیون و دلار به 5000 تومان رسیده و دیگه مملکت داره میپاشه از حملات اقتصادی، اینها همشون اومدن میگن دستای پشت پرده با پولای ما چه کرده. دستای پشت پرده هم کیه؟ شخص خامنه ای، بیت رهبری، مشتبه خامنه ای، مجموعه شورای نگهبان، مجموعه مجلس خبرگان، هیئت مؤتلفه با سردمداری عسکرولادی ها و خاموشی ها و پور استاد ها و این نبویان ها که جدید اضافه شدن و اون طرفتر هم میره که بازاریان دزد دلال و فروشندگان ارزی که پالت پالت میلیون میلیون دارن دلار میفروشن و از ایران فرار میکنن، اونایی که دلارها رو میخرن، اینا که دلار میفروشن بخش دولتی هم که دوباره با پولش چندر قاضی واسه حقوق مردم بذارن، بقیه هم نمیدن مردم رو راضی کنن. از اون طرف با ارزش های خلق شده خودشون زمین ها و خونه های فراری ها، مثل این صالحی که خونش رو 6 میلیارد تومن برای فروش گذاشت که خیلی هم دوست داشت که فرار کنه بیاد بیرون، اون خونه ها رو برن ارزون بخرن، ایه بر سود از دلار میبرن، ایه برم سود از خونه های ارزون فروخته شده حکومتی ها. ولی کور خوندن انقلاب ملی ایران که در پیش داریم جلو میریم، اینها رو خونسا میکنه و ما مردم ایران همه رو از اینها پس خواهیم گرفت. خب میخوام خواهش کنم از اتاق فرمان، بعد از اینکه گیلان بودیم و این شجاعت تظاهراتی های گیلان رو دیدیم، حالا بریم به سراغ اسماعیل بخشی، این رفیق خوب من، این سندیکالیستی که مثل ما سندیکای نشکر و سکانش رو چسبید، سخنرانی های دلاورانه کرد و پیام ما کارگرها رو داد که از حکومت خلعیت میکنیم و مدیریت ها و کارخونه جات و شرکت ها رو به دست خودمون میگیریم و به همین دلیل زدن دست اسماعیل بخشی رو شکوندن و دستگیرش کردن. پیروزم بردن دوباره اطلاعاتی ها با 34 کارگر نیشکر هفت تپه که اونها هم در اعتصاب بودن، ولی مجبور شدن زیر فشار اطلاع رسانی تلویزیون های آزاد، سایت ها، نهادهای بین المللی، از همه مهمتر ITUC و WFTU و همچنین ILO سازمان جهانی کار که فشار داره میره جمهوری اسلامی و تحریم های پیاپی که آمریکا میکنه و واقعا این دفعه دولت آمریکا کمک مردم ایران داره میکنه تا اینجای کار، مجبور شدن آزاد کنن زندانیان کارگری رو. از اتاق فرما خواهش میکنم بریم سراغ اسماعیل بخشی که این کارگر درباره سرکوب کارگران نیشکر صحبت بکنن برای هممیهنامون.
بود و هیچ پاسخی هم کارگرها نگرفته بودند و هیچ مسئولی یا مثلا مدیر یا سهامداری نیامده بود که بگه آقا مشکل شما چیست یا دعوت کن از نمایندگان. حتی امروز که از دیشب به نام یگان ویژه و نمیدونم گفته نمیدونم چی میخوام بیارن بازداشت کنم، ما فکر کردیم حال یه تحلیل ساده است. صبح آقا اعلام کردن و واقعا اومدن و مستقر شدن جلوی در و هفتمه و چندی نفرم بازداشت دادن. این خبر که منتشر شد روی هفت هفته کارگرهای داخل اعتصاب کردن جلوی مدیریت در اعتراض به این حرکت. بعد سرگردی آمده بود که نامش رو نبرم، خیلی تهدید آمیز، بنده مجوز دارم هر کس اعتصاب کنه نمیدونم بازداشت میشه هر تعدادی که باشید، که بنده از دفتر آمدم بیرون و دفتر گفتم میشه آقا ما اعتصابمون به حق نه جایی رو شکوندیم نه خسارتی وارد کردیم. آقایون نمیان گفتگو کنن، مطالبات ما این است که گفت آقا بیاد ما باشم، ما من خودم شما رو میبرم اینجا گفتگو کنیم، ما هم گفتیم باشیم. برگشتم دفترم با امید گفتگو، با من گفتم باید نمایندگان کارگری هم باشن، زب نمایندگان کارگری رو بگید بیاد که بریم گفتگو. اومدن زنگ زدن کجای دای بچه گفتم دفتر کارم هستن میخواییم بیاییم ببینیم، تو گفتم من در خدمتم. آمدن جلوی همه کارگرها با اون وضعیت بنده رو بازداشت کردن و بازداشت. هر نماینده کارگری هم که میامد داخل آقای انکیپور اومد داخل بازداشتش کردن، آقای کرامد آمد بازداشتش کردن، فلعی هم دم در تعداد زیادی از کارگران کشاورزی رو بازداشت کردن و ما رو بردن بازداشت با حالت بسیار زنندهی که در شأن ما کارگران نبود. آن حرکات در شأن یک آدم خلافکار دزد و هیچ تفاوتی بین ما قرار ندادن و من و آقای علیپور و آقای پام رو بخصوص این آقا میگفت این سه نفر باید دستبند داشته باشن، من هم دستبند زدم و همونجا همه رو جمع کرده بودن عکس و فیلم میگرفتن که من بسیار به شدت مخالفت کردم باش هر کردم، حتی توهین ها کرد آقای سرگرد که من گفتم آقا در چه مقامی هستی که داری توهین میکنی و فلان. خلاص سوار اتوبوسمون کردن بردنمون پلیس امنیت شوش، اونجا هم یه بازجویی ساده شده ما رو گذاشتن داخل بازداشتگاه، یه بازداشتگاه چی میدونم دو تا پتو بود، یه حالا دیگه توضیح ندم، تا ساعت 4 ما رو اونجا نگه داشتن. من دادستان اومد اون کسایی رو که فرعی گرفته بودن آزاد کردن، یه تعهدی دادن رفتن ولی ما رو نگه داشت. برای گفتگوهای زیادی بین ما شده بود، به شدت من اعتراضمو به این حرکت اعلام کردم. آقای علی پور، آقای پام، آقای بسحاق که به ما اضافه شد، به شدت اعتراض خودمون رو به این حرکت اعلام کردیم، به شدت اعتراض کردیم به رفتار زننده اون سرگرد و نیروهاش که نمیدونم از کجا آمده بودن و به شدت اعتراض کردیم به مدیرانی که خودشون اعتصاب راه میاندازن و سرانجامش این میشود و میخواستن در دهه فرق فضا را امنیتی و اختشاشی نشون بدهند و متاسفانه آقایون هم باشون همکاری کردن و آمدن ما را دستگیر کردن. ما به شدت با این حرکت مخالفیم، هیچ گناهی ما نکردیم که بخواییم این گونه با این حالت تحقیر آمیز بله. اینم صحبت‌های اسماعیل بخشی، سندیکالیست، عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کارگر شجاع و مبارز که حقایق زندگی کارگری خوزستان رو به زندگی خودش گره زده، شجاعانه میره، دستگیر میشه، کتک میخوره، دستشو میشکنن، اما از حقوق انسانی کارگران و همکارانش و از حقوق سندیکالیستی و یونیونیستی اونها کوتاه نمیاد و باور اسماعیل بر این هست که ما کارگران در سراسر ایران این لیاقت رو داریم که خودمون مدیریت کارخانجات و مدیریت مراکز تولیدی، اقتصادی و خدماتی رو به عهده بگیریم و لازم نیست که یه مش مفخور به نام خودمانی سازی یا خصولتی سازی بیان و کارخانجات، شرکت‌ها، کمپانی‌های سودآور رو بگیرن، دزدی بکنن، غارت بکنن، مزد کارگر رو پیما ندن، پول بیمه کارگر رو که از حقوقش کم کردن به صندوق بیمه نریزن، دفترچه کارگر بنده خدا مهر بسیار تضمین اعتبار نخوره و به دکتر وقتی زن و بچهش میدن چون پول ندارن و دفترشون هم تضمین اعتبار نشده بهشون مداوا نکنن و بهشون دارو ندن. این رازهای پیروزی ماست که در هر شهرستانی، در هر شهری، در هر کارخونه چندین اسماعیل بخشی داره پیدا میشه، چندین معترض، چندین سازمانده، چندین آدمی که از اعماق جامعه برآمده بدون دانشگاه، بدون چه میدونم امکانات اضافه، از خود زندگی نفس زندگی رو پیدا کردن و با نفس زندگی در برابر ستمکاران ایستادن
جزو جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه شدند و یک عیار معیشت سندیکالیست که عیاری میکنه تا حق و حقوق رو از چنگ دزدها و غارتگران حکومتی، کارفرمایان دزد نامرد بگیرن و برگردونن به مردم ایران، به کارگران، به همکاراشون. ببینید رابین هود هنوز اسمش هم نبوده، در تاریخ ایران ما عیاری داشتیم، سمک عیار داشتیم، یعقوب لیث داشتیم، عمرو لیث داشتیم. جنبش عیاران حکومت رو به چنگ گرفته و عادلانه حکومت کرد و زبان فارسی که بتونیم با هم حرف بزنیم و آزاد کرد از زیر یوغ این مسلمان های خائن، و امروز تبدیل به یک نیروی خردمند جهانی شده این نیروی عیاران معیشت که همون عیاری رو ادامه داده با روش های مدرن رسانه‌ای و یعنی کسانی جزو این ارتش شدن، جزو این عیاران شدن که هم دل سوختن، هم ستم دیدن و هم دادخواهی میکنن و هم شجاعت دادن هزینه ها رو پذیرفتن و هر روز تعدادشون داره بیشتر میشه. یه روزی فقط منصور اوسانلو برای سندیکای کارگری زندانی میشد. امروز عکس ها رو ببینید پشت سر من، به سایت خبرگر بیاد مراجعه بکنید، آدم ها رو ببینید، هزاران کارگر در زندان هم و صدها هزار کارگر در اعتصابات و به طرف سراسری شدن اعتصابات و پیوند بین اعتصابات و اعتراضات داریم میریم جلو و ما پیروز خواهیم شد. آینده از آن ماست، چرا که ما بیشمارانیم و سازماندهی یاد گرفتیم و همدیگر رو تازه داریم پیدا میکنیم، اختلافات رو کنار میذاریم، تفرقه 40 ساله حکومت ولایت فقیه رو به دور میاندازیم. هر کسی با هر پرچمی داره، با هر درفشی داره، با هر عقیده‌ای داره، کافیه که برانداز کامل باشد، گول جناهای حکومتی را نخورد، به دموکراسی و رعایت حقوق بشر احترام بگذارد و خودش یک آزادی خواهی بدونه که اول انسانگرا هست و سپس معتقد به اعلامیه جهانی حقوق بشر. و در ایرانی که آدماش اینطوری فکر کنن هیچ نابرابری نخواهد بود، زنان با مردان برابرن، کرد و لور و ترکمن و بلوچ و فارس و ارمنی و جهود و مسلمان و کمونیست و بیدین و بادین همه به عنوان انسان از حقوق یکسان برخوردار خواهند بود. این روش رو سندیکالیست‌ها از 500-600 سال پیش پایه گذاشتن که در سندیکاها، در اساسنامه سندیکاها، برای ما هیچ فرقی نمی‌کنه کی در سندیکای کارگری مسلمون، ارمنی، بیدین، بادین، چپ، راست، ترک، ترکمن، فارس، انگلیسی، آمریکایی، فرقی نمی‌کنه، کافی کارگری باشه که برای دادخواهی آمده، ستم دیده دادخواه که باشد تمام است و میتونه رهبر جنبش هم با رأی مردم، نظر مردم و از خود گذشتگی ها و مبارزاتی که 24 ساعته میکنه بشود. خب بریم سری بزنیم حالا به تبریز و آذربایجان که دوستان میگن اونجا خبر کمه، ولی ما در سایت خبرگر هر روز از تبریز، از آذربایجان خبرهای اعتراضی داریم، یه روز از ورزشگاه، یه روز از کارخونه ماشین سازی، یه روز از کارخونه تراکتور سازی. امروز میریم سراغ به اصطلاح اعتصابات کارگران ماشین سازی عراق. بعد از عراق هم یه سری میزنیم به تبریز صحبت خواهیم کرد. بله همینطور که میبینید توی اون تصویر، هممیهنانی که از تلویزیون میبینن، کارگران کارخونه عراق دست به اعتصاب زدن و این اعتصاب رو به این دلیل ادامه میدن که حقوق چند ماه چون که عقب افتاده رو پس نداده. کارفرما هفته قبل جلسه گذاشت، دروغ گفت به کارگرای ماشین سازی عراق. میدونید که ماشین سازی عراق سهامش هم مال اون صندوق ذخیره فرهنگیانه که غارتش کردن، 16000 میلیاردش رو خوردن بردن. و یه جوری الان این ماشین سازی عراق وصل میشه به اون مسئله خبر اعتراضات و اعتصابای معلمان و صندوق ذخیره فرهنگیان. به هر حال این اعتصاب هم ادامه داره، یکی دیگه از اعتصابای دامنه‌داری است که بایستی تقویت بشه، صندوق اعتصاب براشون بذاریم، پول براشون بفرستیم. دوستان از طریق سایت خبرگر و دونیت خبرگر و شماره هایی که اونجا در صفحه دونیت و کمک و یاری به خبرگر گذاشتیم کمکشون میکنن که ما از اون طریق بخشی رو صرف کارهای مربوط به سایت و ادامه اطلاع رسانی میکنیم برای اینکه این چرخ بچرخه، بخشی هم برای مبارزین و کادرهای داخل کشور و زندانی های کارگری، خانواده ها و هر کسی که در این جنبش و انقلاب ملی ایران حضور داره. یک سرتیتری هم داریم اتاق فرمان اگه لطف کنی، سرتیتر وقایع 17 بهمن 96 است. این
سرتی جالب همینای ما ببینن تو تلویزیون اندیشه، فقط در یک روز ببینید چند تا اعتصاب، چند تا تجمع، چند تا اعتراض، چند تا حرکت های مختلف داریم که کارگرها، که کارمندا، که معلما، که دانشجوها، که بازنشستا میخوان زندگیشون بهتر شه و از این 800 هزار میلیارد تومان یا 800 میلیارد دلاری که حکومت دزدیده از 10 سال پیش تا توسط احمدی نژاد و مشتبه خامنه ای نجات پیدا کنه و این اعتصابا، این اعتراضایی که دوستانم در خونه هاشون دارن میبینن در یه روز فقط این همه صفحه اعتراضی شما میبینید، این همه مطلب میبینید، مال یک روز اعتصاب و تجمع و اعتراض و دادخواهی است برای گرفتن حقوق، برای بالا بردن حقوق، برای داشتن بیمه، همه اینا فقط یه روز. پس ببین چه قلیانی در ایرانه و ما چرا حق داریم بگیم انقلاب ملی ایران به خاطر تعدد بسیار زیاد خواسته ها، حضورها، اجتماعات، تظاهرات ها که عملا حکومت رو داره فلج میکنه و امیدواریم با همین همکاری های بیشتر، کمک به صندوق های اعتصاب و پشتیبانی از اعتراضات کارگری، ایران انقلابش به پیروزی برسه حتما. خب بجز این خبرها یه خبرم داریم در آستانه ورشکستگی بانک ها هستن و مردم رفتن که سپرده‌های خودشون رو از بانک ها خارج کنن که یه بانکی مثل ملت و یه شعبه بانک ملی پولای مردم رو ندادن و اینا مردم میگن اوکی اگه تومن ندارید لطف کنید همون پولای ما که دلار و یورو بوده قبلا پس انداز کردیم همون پولای ما رو به ما پس بدید، ولی اون پولا رو هم خوردن یا بیام روش. حالا نمیدونم که اتاق فرمان میتونه لطف بکنه اون تصاویر مربوط به بانک ها رو با همدیگه ورشکستگی بانک ها داشته باشیم یا نه. امروز 16 بهمن همه پولاش از بانک خارج کردن تو صفحه صرافی هم. ایدون فیدوسی. خب من لیوان آبم تموم شده بود، تیکه میوه کوچیک هم خودم گیرم تازه شو بتونم ادامه بدم. اعتراضات ادامه دار عراق رو هم دوستان من در سایت خبرگر از کارگران هپکو گذاشتن، خیلی دیدنیه. کارگران هپکوی عراق فریاد میزنن عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کارگر روی هواست امروز و شعارهای دیگه میدن که در تلویزیون دیدگاه من اونا رو بررسی کردم. الان ببینیم اون شعارها رو هم اتاق فرمان پخش کرد اگه مطرح شده اینجا توسط کارگران، یه بررسی هم روی اون شعارهای کارگران هپکوی عراق با هم داشته باشیم. جدی؟ زندگی کارگر روی هواست، روز عزاست، زندگی کارگر روی هواست، روز عزاست، زندگی کارگر روی هواست، زندگی کارگر روی هواست. بله، بجز این شعارها که عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کارگر روی هواست امروز، که توف و لعنتیست بر چهره خامنه ای و حکومتش، که توفیست بر شیوه حکومت دینی و اسلامی و ایدولوژیک که مردم رو به گرسنگی و فقر میکشونه با اینکه دارن کار میکنن، جون میکنن کارگران هپکو یا آذراب یا پالایشگاه یا جاهایی که الان نشون دادیم، همه متخصصن، همه باسوادن، همه تحصیل کردن، دستگاه‌هایی رو بلدن باش کار کنن که شاید شما بیننده های ما حتی یه دفعه اونا ندیده باشید. و این کارگر رو گشنه نگه میدار، این کارگر رو 3000 دستگاه از خارج ماشینالات سنگین میارن ولی از کارخونه هپکو نمیخرن تا ورشکستش کنن، نابودش. و کیا؟ عوامل حکومت ولایت فقیه، مزدوران بین المللی که در حوزه علمیه قم، در دولت روحانی، در حکومت خامنه ای، در تمام جناح حکومتی فقط برای نابودی کشور آمدن و اینطوری کارخونه‌های به این بزرگی، به این عظمت، با این کارگرای خوب، مهندس، متخصص، کارشناس همه رو بیکار میکنن، دنیا رو میخوان
بزنن تو سر ایران و ایران رو نابود کنن در مقابل دنیا. یه شعار دیگه هم کارگران هپکو دادن به مسخره و نعل وارونه بر علی حکومت که فیلمش اینجا هنوز بچه ها نذاشتن، امیدوارم تو خبرگر بذارن همکاران من، که میگن درود بر ستمگر و مرگ بر کارگر. یعنی توی مملکت ستمگر رو درود میفرستیم، به کارگر مرگ میگیم، کتکمون نمیزنن، آزادیم. اما اگه بگیم که درود بر کارگر و مرگ بر ستمگر، طرفداران ستمگر میان ما رو با باتون میزنن، میان ما رو زندانی میکنن، تیراندازی میکنن. پس میگیم درود بر ستمگر و مرگ بر کارگر، هیچ کی ما رو نمیزنه. و هیچ کسی تو شهر عراق این همه شعاری کارگر رو دادن، این حرف رو زدن، کتکشون نزدن. یعنی خود حکومت و عوامل حکومت هم خودش رو چی میدونه؟ ستمگر میدونه. که وقتی بهش میگن درود خوشحال میشه، وقتی که میگن مرد ناراحت میشه. اینم هم نکته جالبی بود که کارگران هپکوی همدان با این شعار قشنگ درود بر ستمگر مرگ بر کارگر، یه آس جدید برای اولین بار در تاریخ رو کردن که کارگرای ظریف فکر و با فرهنگ و باهوش ایرانی چطوری میتونن با یه شعار هم راهپیمایی کنن، هم تظاهرات کنن، هم کتک نخورن، هم رسوا کنن حکومت ستمگر و سرکوبگر رو. خب تجربه های تشکیلاتیه، وقتی کارگرها دور هم جمع شدن، سندیکا دارن، تشکل دارن، مخفی با هم صحبت میکنن، سازماندهی میکنن، ببینید به چه قدرتی تبدیل میشن که اون نعره رو میزنن و نیروهای حکومت هم جرأت نداره جلوشونو بگیره. دیگه گذشت اون دوره که این حکومت جرأت میکرد آدم بکشه، اونم تو اون تعداد زیاد. هر بار که دست به مردم برده، خودش رسواتر شده و خودش گرفتارتر. خب ما حالا یه گزارشی هم داریم از کارخانه رنگین نخ سمنان مقابل استانداری. این عزیزان اومدن و اینا هم اعتراض دارن، چرا حقوقشون رو ندادن، پول بیمهشون رو ندادن و متاسفانه شکایت هم که کردن حق حقوق عقب افتادشون رو بگیرن. دادستانی میگه اموالی نیست ما مصادره کنیم بفروشیم پول شما رو بدیم، بریم پی کارتون، یه نگشتگی بمیرین، کار کردین واسه خودتون کردین، نخ درست کردین واسه خودتون کردین، ما پولی به شما نمیدیم. و اینطوری است که کارگرای بیشتری هر روز و هر روز به تظاهر کننده ها، به اعتراضین، به پروتست ها اضافه میشه و حکومت قدم به قدم مجبور عقب بره و ما کارگرایم که نیروی عمده ایم و تعیین کننده ایم، در کنار ما معلم ها، کارمندان دونپایه، زنان مبارز و دلیر، دانشجویان که فرزندان خود ما هستند، دبیرستانی ها، و دیدیم که حتی دبستانی ها هم شعار میدادن مرگ بر خامنه ای بیناموس در شهر چابهار. و هر یکی از اینها واقعا یک ماجرایی است که حکومت رو به خاک سیاه نشونده. حالا بجز مبارزات کارگری و رنگین نخ گفتیم، گزارشی هم داریم از درگیری دراویش گناباد که با نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها جنگیدن، پیروز شدن، نیروهای امنیتی رو فراری دادن، موتوراشون رو گرفتن، ماشیناشون رو گرفتن و نذاشتن که جناب تابنده رو اینا بتونن دستگیر کنن، ببرن که قطب این دراویش یارستانی و گنابادی است که شجاع و دلاور با چوب و چماق وایستادن و بسیجی ها رو لط و پار کردند و فراری دادن. اتاق فرمان یه لطفی کن روی این خبر دراویش گنابادی ها هم یه مانوری داشته حمله مجدد به دراویش گنابادی با پاسخ قاطعانه این چهاردهمین مورد دیدید گزارش نیمه شبانه بود، هنوز که هنوز اونجا هستن. 5-6 شب از تمام ایران این دراویش دلاور آزادی خواه و متحد آمدن جلوی خونه آقای تابنده در گلستان هفتم و هشتم، خیابون گلستان هفتم و هشتم در منطقه پاسداران یا سلطنت آباد، نرسیده به میدان، ببخشید، برج سفید، نزدیک برج سفید، برج بلندی اونجا، و این تجمع ادامه پیدا کرده و نتونستن که قطب دراویش آقای تابنده رو بی گناه بدون هیچ دلیل و مدرک از خونش ببرن که شاخ هواداراش و دراویش ایران رو که تونستن دو سه هفته پیش، چهار هفته پیش، چهار تا از زندانیاشون هم با فشار به در زندان اوین و شکوندن در زندان اوین نجات بدن،
علاوه بر دراویش که این کارو میکنن، مقاومت ها در جنبش های کارگری، دهقان ها، دانشجویان هم ادامه داره. ده ها خبر اعتصاب دانشجویی، اعتراض دانشجویی و هو کردن به اصطلاح حکومتیان رو توسط دانشجویان هم داریم. دوست من الان اینجا نشه که در زباهن اصفهان هم به پرسنل خود در جهت شرکت در روز 22 بهمن دارن نفری 200,000 تومان پاداش میدن تا اینها بیان تظاهرات کنن برای 22 بهمن. اتفاقا این خوبه، حکومت مجبورش نفری 200,000 تومان به هر ایرانی بده که یه تظاهرات بره، کلی از صندوقش خالی میشه. وقتی صندوقش خالی میشه به سود ماست، هرچی از صندوق حکومت ما خالی کنیم به سود ماست و پولش در حقیقت دیگه دست چماقدار آدم خوشا نمیره، میاد تو دست ما. چرا؟ چون که اگه این پول تو دست حکومتی ها بمونه، این حکومتی ها با اون پول میتونن برن بسیجی درست کنن، چماق به دست درست کنن که بیاد ماها رو بزنه. و الان نمیتونه اون کارو کنه، چقدر بهتره. و ما ایم که با این مبارزات روزمرمون پیروز خواهیم شد. من تایم هم از بپرسم اتاق نه وقت داریم خوشبختانه هنوز، و ما بایستی به این روز خوشمون و به این شادی خودمون شاد باشیم که حکومت دیگه به وضعی افتاده است که نمیتواند با ما مقابله سنگین بکنه. و این مقابله ما ایرانی ها تحت عنوان بازنشسته، معلم، کارگر، زنان، دختران، مخالف بیهجابی، مالباختگان، شرکت های مختلف که اسم آوردیم، همه اینها دست به دست هم چگونه تونستیم یک حکومت وحشی رو شکست بدیم. و امروز ما این که تعیین کننده میدان مبارزه ایم و حکومت داره به دنبال ما میدوه. حرکت در تمام ابعاد ادامه داره. یارانی که پروژه رفراندوم هم مطرح کردن که من تو قسمت اول گفتم در همین فیسبوک لایو، به دلیل که رفراندوم حکومت در آنپاس خشونت قرار میده، رفراندوم دخالت سازمان ملل در ایران رو تصریح میکنه، بی‌اعتمادی مردم رو به حکومت نشون میده. رفراندوم زیر نظر سازمان ملل کشورهای دنیا و سازمان ملل رو هم عنوان پشتیبانان ما میاره به میدان، چون اونا میگن آقا ببینید اینها خشونت طلب نیستن، حاضرن با عقل متین رأی بگیرن که معلوم بشه چند درصد جمهوری اسلامی قبول ندارن. و این چیزیست که زیر نظر سازمان ملل اگر باشه، یعنی دیگه جمهوری اسلامی تمامیت خواهی نمیتونه بکنه و دیگه نمیتونه برای کشور تعیین و تکلیف کنه. عملا با حضور سازمان ملل دست حکومت از سر کشور کوتاه میشه. به همین دلیل است که مترقیه و حکومت رو توی آنپاس قرار میده این پیشنهاد و این پروژه‌ای که الان داریم دربارهش صحبت میکنیم به عنوان رفراندوم. و بعدم که مهمترین چیز برای 22 بهمن پیشنهاد شده که همه راه ها رو ببندیم، خیابون ها رو ببندیم، شهرها رو ببندیم، راه عبور ماشین ها رو ببندیم. شهر که بستش ماشین ها رو ببندن، حکومتی ها به داخل شهر نمیتونن بیان و ما میتونیم بریم مراکز دولتی، صدا و سیما، بیت خامنه ای، بیت چه میدونم روحانی، مرکز دولت، مجلس، همه رو فتح کنیم و طریق صدا و سیما شعارها و مطالبات خودمون رو مطرح بکنیم و بخوایم تمام ایرانیان در هر شهری هستن برن بسیج و سپاه و کلانتری ها رو تسخیر کنن، فتح کنن و خودشون مدیریت های اجرایی رو به دست بگیرن. و کسایی که آموزش تا حالا دیدن، اونایی هم که ندیدن، باید این آموزش‌های مدیریتی، خودگردانی، خودمدیریتی رو حتما ببینند و یاد بگیرن. ما چاره‌ای نداریم غیر از اینکه موفق بشیم، و برای اینکه موفق بشیم چاره‌ای نداریم غیر از اینکه به مبارزه‌مون تو نقطه آخر ادامه بدیم. خب یک خبر دیگه هم فکر کنم می‌رسیم در 2-3 دقیقه آخر، که اعتراض امروز 17 بهمن مالباختگان کاسپیان مقابل ساختمان مرکزی. اگه اتاق فرمان بتونن لطف کنن این ویدیو و فیلمم و عکساشم نشون بدن ممنون میشم. من ویدیویی هست که نوشته اعتراض امروز 17 بهمن مالباختگان کاسپیان مقابل مفسد اقتصادی آزاد باید کردن، سپرده گذار اعدام باید کردن، مفسد اقتصادی آزاد باید کردن، سپرده گذار اعدام باید کردن، مفسد اقتصادی آزاد باید کردن، سپرده. اینجا میبینیم مردم با چه هوشیاری همون نعل وارونه رو زدن. 17 بهمن مالباختگان کاسپیان
مقابل ساختمان مرکزی مؤسسه در میدان آرژانتین با شعار سپرده گذار اعدام باید گردد، مفسد اقتصادی آزاد باید گردد. یعنی جمهوری اسلامی همه رو به یک نتیجه رسونده که بایستی اونایی که پلیدی میکنن در زندان ها نباشن، مردمی که ستم بهشون شده زندان ها باشن. اتاق فرمان ممکنه یه بار دیگه این ویدیو رو لطف کنی نشون بدی؟ اگه ممکنه ویدیو رو یه بار دیگه اتاق فرمان نشون بدی؟ این شعاری که داده بودن سپرده گذارا خیلی جالب بود که سپرده گذار اعدام گردد، مفسد اقتصادی آزاد باید گردد. یه بار گردد مفسد اقتصادی آزاد باید گردد، سپرده گذار اعدام باید گردد، مفسد اقتصادی آزاد باید گردد، سپرده گذار اعدام باید گردد، مفسد اقتصادی آزاد باید گردد، سپرده گذار اعدام. دیدیم اینقدر زود از هم یاد میگیرن معترضین و به این زیبایی عمل میکنن دوباره معترضین که سپرده گذار که پولشو داده اعتماد کرده پولش از بین رفته اعدام باید گردد، مفسدان اقتصادی همه حکومتی و بیت رهبری و سپاهی و شهرداری چی و ولایت فقیه هستن، اینا به عنوان مفسد اقتصادی آزادم باید بشن. یعنی مردم ایران به جای رسیدن با اون طنز زیبای خودشون اینطوری آبروی حکومت رو میبرن و روحیه به خودشون میدن واسه سراسری شدن اعتراضات و اعتصابات تا حکومت براندازی بشه. در ثانیه های آخر برنامه این تصور میکنم با امید ایرانی آباد، ایرانی آزاد، شادی و پیروزی ایرانی و همه مردمی که زحمت کش هستن میخوام به درود به شما بگم و شما رو به وجدان خودتون، به انسانیت خودتون بسپارم. اتحاد، مبارزه و پیروزی راه ماست. بدرود.